Thank you, Mr. Sadr. Our program is in Farsi, but I would like to say a few words in English about tomorrow. Tomorrow is December 7th, Azar 16th, and official student day in Iran. Iranian people will seize the opportunity and millions of men and women will come to the streets of Tehran and other cities. Who are these men and women? They are peace-lover people. What do they want? They want nothing than freedom and democracy. They want nothing than peaceful relations with the world community. They want jobs and they want a safe future. But they are alone in their struggle for democracy. They have no weapons to defend themselves against the mullah's regime. But they have the most powerful weapon in the world. The same weapon that George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, and Abraham Lincoln had. This weapon is faith in democracy and freedom. Yes, this weapon is faith in democracy and freedom. Please help us. Please support. یک موضوع رو باید بهش اشاره کنیم، موضوعی بی نهایت مهمی. الان از دیروز گزارش میاد و خبرگزاری خارجی هم گزارش دادن که رژیم اینترنت رو در ایران کاملا قطع کرده، اخلال درش انداخته. آن دسته از همینانی که گیرنده های ماهواره‌ای دارن به این موضوع توجه کنن. بسیاری از گیرنده های ماهواره‌ای قادر هستن که اینترنت رو به صورت وایرلس از طریق دیش های ماهواره‌ای بگیرن و دریافت کنن. پس بعد دسته های مدرن این قابلیت رو دارن. پس حواس ها جمع باشه، اگر اینترنتتون قطعه شما احتیاج به کامپیوتر ندارید، از طریق گیرنده ماهواره‌ایتون میتونید بدونید که وابسته به شبکه اینترنتی حکومتی باشید، تماس اینترنتی داشته باشید و از این موقعیت استفاده کنید. جوانان ایران بسیار زیرک و باهوش و قابل هستند و میتوانن از این پتانسیل که هست استفاده کنند و اخبار رو به خارج از ایران برسونند. و همچنان که همیهنان ما در این 5-6 ماه گذشته نشان دادن و ثابت کردن، هر ایرانی خودش یک خبرگزاریه. خیلی مشکل، ما هیچ مطلبی طبیعتاً مهمتر نداریم که بتونه در اولویت گفتگوی ما باشه مگر 16 آذر. 16 آذری که 7-8 ساعت در پروزش در 12 ساعت بیشتر به آغازش نمونده. خب حالا ما میریم وارد به مسئله 16 آذر میشیم و البته بارها من عرض کردم و با تکرار میکنم که بینندگان عزیز، به هیچ وجه من واجو نه من هیچ یک از همکاران ما نکردن و نباید که به اصطلاح معروف با نسخه پیچی کنن برای آنچه در ایران انجام میشه، برای اینکه ما در ایران نیستیم. درسته اخبارش رو داریم ولی در اون جو نیستیم که بخوام بگیم که چه بکنید چه نکنید، از این راه برید از اون راه برگردید، نمیدونم چه مسیر انتخاب کنید، چگونه فریاد بکشید. اینها به هر حال مربوط به خود شماست که صد بار بهتر از صدها بهتر از من میدونید که چه میذاره. اما آنچه گفتنی است و شنیدنی است رو ما در حدی که به هر حال امکانات داریم و ممکن هست بیان میکنیم و شما بیان خواهید فرمود. آقای رادمنش، خواهش میکنم. بله، نسخه پیچی نمی کنیم، نباید کرد. در مسائل تاکتیکی مبارزه نباید دخالت کرد، همچنین که شما فرمودید بگیم این خیابون انتخاب کنیم اون خیابون انتخاب کنیم. اما رهنمودهای استراتژیک یک مسئله مشخصیه و هر ایرانی میتونه در سرنوشت خودش دخیل باشه، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. بعد روز بی نهایت مهمیه. این حرکت وارد یک مرحله نهایی و سرنوشت ساز شد از روز پس از انتخابات فرمایشی رژیم و شتاب بیشتر و بیشتری گرفت، تا حدی که ساختار شکن شد، تا حدی که حتی آقای رفسنجانی هم جزء ساختار شکنان شد. حالا بهش میپردازیم. ملت مبارز ما با ذکاوت و هوشمندی بسیار قوی که دارند از این روزهای رسمی حکومت استفاده کردن، روزهای رژیم اتوبوس در سالهای قبل کاروان آدم می آورد تا خیابونها رو به زحمت پر کنه. ملت ایران از روز قدس استفاده کردن، ملت ایران از روز 13 آبان استفاده کردن و فردا هم استفاده خواهند کرد. مبارزه وارد مرحله ساختار شکنانه ای شده، مردم از مسیرهای تعیین شده، از مرزهای تعیین شده گذشتن و میرن بیرون. باید حواسا جمع باشه، اتحادشون رو حفظ بکنن. در فیلمهایی که اومد، در فیلمهایی که بررسی شد، خیلی قشنگ میشه این مسئله رو دید. وقتی که مردم با همن
رژیمی قدرتی نداره. وقتی اگر دیدیم یک نفر رو گرفتن و میزنن و موجی از مردم هجوم میارن به اون طرف، ماموران و مسئولان رژیم فرار میکنن. پس این مسئله رو توجه کنید، تنهایی جایی نرید، وارد کوچه های بن‌بست نشید، حمایت کنید، با هم گروهی باشید، حقتونه که از خودتون دفاع بکنید. و بعد موضوعی که بی نهایت مهمه در اینجا و باید اشاره کرد، همچنان که همیشه بارا گفتی و ملت در این دو تظاهرات عظیم گذشته در روز قدس و در روز 13 آبان ثابت کردن، اینه که شعارها باید به طور اصولی باشه. اگر میبینین کسایی اومدن و باز دو مرتبه دارن شعارهای یا حسین میر حسین رو میدن، بدونین از خود رژیم هست. دنیا چشمش به این حوادثه، با اینکه کانال ها بسته شده ولی فیلم ها میاد بیرون و تأثیر داره. شعارهایی که شما به انگلیسی می‌نویسید در روی یک پلاکارد، در روی کاغذ، در روی دیوار، این یک اکوی وسیعی در خارج پیدا میکنه. در رابطه با شعارها دقت کنید. همونطوری بله، این تصویری که دست آقای شاهدی در نکنه، الان اینجا میبینید وقتی مردم حمله میکنن این سگهای هار رژیم فرار میکنه و اینطور باید رفتار کرد. شعارها بی‌نهایت مهمه. شعارها باید متوجه کل نظام باشه، متوجه قله حکومت باشه. شخص ولی فقیه، این حکومت بدون این رژیم، بدون ولی فقیه، بدون بلاد فقیه هیچ چیز نیست. حالا که ریختن شروع شد داری سریعتر خواهد ریخت. و بعد مسئله ارتش ایرانه، مسئله نیروهای نظامی ایرانه، ارتش ملی ایران که از ولایت فقیه، از بیت رهبری پول نمیگیره، پول خون نمیگیره. ارتش ایران بودندش ملت ایران، از مالیات مردم ایران میگیره و اینجاست که ارتش دیگه نمیتونه منفعل باشه. گفتیم هر سرباز، هر دریجه دار، هر افسر و هر تیمسار ارتش ایران که دسترسی به انبار اسلحه داره حقی برای گفتن داره. ارتش باید بیاد، ارتش نواز دور رژیم رو بخوره به بهانه آمادگی در دفاع از مرزهای کشور. این رژیم به بن‌بست رسید و تنها راه نجاتش که اشتباها فکر میکنه اینه که فکر میکنه حمله نظامی و آغاز جنگ دیگر بقای رژیم رو تضمین خواهد کرد. برای همینه که پشت سر هم دارن کارت دعوت میفرستن به وزارت خارجه که بریم ما رو بزنید. وقتی این دیوانه احمدی نژاد میاد میگه 10 نیروگاه غنی سازی میزنیم، 20 نیروگاه غنی سازی میزنیم، یعنی چی؟ یعنی که ما دنبال بمب اتمیم، میخواهیم دنیا رو نابود کنیم، بیایید و ایران رو بزنید. و بزرگترین بازنده در اینجا کشور ایران، مردم ایران، تاریخ ایران و ارتش ایران خواهد. آقای رادمنشته، وقتی اشاره میکنید به ترفندهای مختلف در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و به خصوص این مراسمی که و یا این تظاهراتی که انجام میشه، اما صحنه‌هایی که ملاحظه کردید و چندین ماهه که این ضرب و شتم رو که شاید در تاریخ دنیا این چنین بی‌رحمانه بی سابقه است واقعا رو ملاحظه میکنید، بعد در مقابلش میان و یک مرتبه رنگ عوض میکنن، چهره عوض میکنن، روش عوض میکنن و به طوری که دیروز در اخبار یا غیر مستقیم بنده شنیدم چندین هواپیما از هلند، هواپیمای باربری که حامل گل هست، توسط جمهوری اسلامی ایران اینها اجاره شده، گلها خریداری شده و حتی اگه اشتباه نکنم چند روز پیش سردار افضلی نامی یا فضلی نامی، نمیدونم اسمش چی بود دقیقا، ایشون در حقیقت در ارتباط با این گلها که باید بره و امروز 16 آذر به مردم هدیه بشه و تقدیم بشه و به اونها گل داده بشه و از این طرفند دارن میخوان سوء استفاده بکنند. شما در این مورد خبر شنیدید یا خیر احتمالاً آقای رادمنش؟ من این خبر رو در رابطه با همین سردار علی فردی شنیدم. ایشون موجود عجیبی هست. یادم به وقتی که این اعتراضات شروع شد آقای علیرضا نوری‌زاده خیلی از ایشون تعریف کردن، ولی یک دو روز بعد و بعد از اون چندین بار همین سردار سپاه اومد در جلوی دوربینای تلویزیون و شاخشونه برای مردم ایران کشید و تهدیدات زیادی کرد. حالا ایشون دو سه روز پیش گفتن که در روز 16 آذر ما میایم به مردم گل بدهیم. خب به فال نیک میشه گرفت، اما مردم باید حواس جمع باشه. همیشه این رو خیلی خوب مثبت تفسیر کرد، همیشه خیلی بد تفسیر کرد. حواس ها باید جمع باشه. را باید گفتم شعارا خیلی مهمه، مردم حقشونه، میخوان مردم حقشونه که در تعیین صحنه بشه چون مستقیما دخیل باشن، مستقیما حق برای گفتن داشته باشن. این یه واقعیتی در دنیای امروز و این رژیم نمیتونه مردم رو وادار بکنه که خط خون بگیرن و به کنج خونه هاشون برن و میلیارد میلیارد پول های این ملت رو به باد بدن. ملت حقشون نقابت گفتم در انتخاب شعارها باید بی نهایت وقت خرج داد. شعارها باید ساختار شکنانه باشه، برخلاف اون چیزی که عده‌ای از مزدوران حکومتی از همون نهضت آزادی گرفته تا دیگران و میان
و میخوان مردم رو بترسونن و جلوی حرکت رو بگیرن. نه، این رژیم در تمامیتش حرفی برای گفتن نداره. ما دیگه در این رژیم شخصی قدرتمندتر از آقای رفسنجانی نداشت. وقتی اون میاد اینطور صحبت میکنه، دیگه ابراهیم یزدی و دیگران چه کسی بخوان باشن که برای مردم تف